سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اگر اگه یادتون باشه توی جلسه پیش اومدیم یه خورده با تعریف گراف آشنا شدیم و امیدوارم تونسته باشم بهتون نشون بدم گرافا چه ابزار مفیدی برای حل مسئله های ریاضی هم. و اگه قرار باشه از این به بعد مسئله رو توسط گراف حل کنیم لازمه که با زبون رسمی گرافه آشنا بشیم دیگه ببینیم توی ریاضی وقتی راجع به گراف حرف میزنن از چه زبونی استفاده میکنن و کلا یه ویژگیهایی که بین همه گرافا مشترکه رو بشناسیم. این طرح درس امروز ماست. خب، همونطور که گفتیم، اولش میخوایم با هم با زبون رسمی و ریاضی گراف ها آشنا بشیم. اولین قدم هم در این زمینه همون جلسه پیش برداشتیم. اگه یادتون ماشه گفتیم که گراف جی رو توی ریاضی میان توسط زوج جی وی و اینشون نشون میدن که وی جی که اسم گراف هست. وی مجموعه رأس های گراف ای، مجموعه یال های گرافه. خب، حالا فرض کنیم من یه مسئله به شما دادم شما میخواین توسط گراف مدلش کنیم ببینیم که چه نیازهایی براتون پیش میاد چه سوالهایی براتون پیش میاد بر اساس اون نیازها همینطور که میریم جلو یه سری تعریف ریاضی رو با هم قرارداد کنیم برای اینکه یه خورده این پروسه براتون ملموس ترم بشه بیاین اصلا از همون مثال تیم فوتبال استفاده کنیم فرض کنیم که یه سری تیم فوتبالن دارن توی لیگ فوتبال دو به دو با هم مسابقه میدن شما کارشناس این برنامه هستین که گراف هم بلدین و قرار این مسئله رو توسط گراف مدل کنید که بتونید به سوالایی مثل چند تا مسابقه تو این بازی تا الان انجام شده چند تا بازی مونده تا لیگ به پایان برسه و چیزهایی از این قبیل جواب بدید خب احتمالا اولین سوالی که براتون پیش میاد وقتی میخواین مدل کنید اینه که چند تا تیم هستن تو این لیگ هستن دیگه به زبون دیگه من چند تا رس لازم دارم که بتونم این مسئله رو مدل کنم چون که گفتیم که توی گراف ها هر جزء مسئله رو میان با یه رس مدل میکنن توی ریاضی به این میگن مرتبه گراف در واقع اون سوال اینطوری میشه که مرتبه گراف من باید چقدر باشه مرتبه همون تعداد رس های گراف که معمولا هم اونو توی ریاضی با پی نشون میدیم. خب فرض کنید که به شما میگم تعداد تیما 5 داره و شما میفهمید که خب 5 تا رس مثلا رس های A تا E لازم دارید برای اینکه این, این مسئلتون رو مدل کنید این رس ها رو اینجا میکشیم که همون هر رس نشونگر یه تیم فوتبال احتمالا سوال بعدی که براتون پیش میاد اینه که خب چه مسابقه هایی تا حالا انجام شده دیگه چند تا مسابقه انجام شده یعنی به زبون دیگه من چند تا یال لازم دارم تا بتونم کل اطلاعات این مسئله رو این گراف نشون بدم چون گفتیم هر یالی نشون دهنده یه مسابقه است دیگه که بین دو تا تیم انجام شده تو زبان ریاضی به این میگن اندازه اون گراف میگن اندازه این گراف چقدر باید باشه اندازه پس همون تعداد یال های گرافه که توی ریاضی اندازه رو هم با حرف کیو معمولا نشون میدن مثلا فرض کنید من به شما میگم که مثلا پنج تا مسابقه تا حال انجام شده اندازه گراف شما باید پنج باشه حالا اگه برگردیم به همین تعریف میبینیم که خیلی ساده میبینیم که پس P تعداد اعضای مجموعه V چون V گفتیم مجموعه رأسات و کیو هم تعداد اعضای ایه چون ای مجموعه یال هاست خب فرض کنید کلا گفتیم مثلا 5 تا مسابقه هم انجام شده و این 5 تا مسابقه هم توسط 5 تا یال مثلا اینجا رفت مثلا بعد سوال بعدی که احتمالا براتون پیش میاد اینه که خب هر تیمی چند تا مسابقه داده به زبون دیگه هر کدوم از این رأس ها چند تا یال داره چون توی این مسئله حل یالی نشونده یه مسابقه ای که انجام شده دیگه به این توی ریاضی میگن درجه رأس میگن درجه اون رأس چنده درجه رأس در واقع به معنی تعداد یال های که از آن رسم میگذره یا عبور خب اینو معمولا توی ریاضی توسط مخفف دی ای جی که همون مخفف دیگری دیگری به انگلیسی به معنی درجه است نشون میدم مثلا اینجا اگه ما بخوایم تیم آ چند تا یال ازش میگذره در واقع چند تا مسابقه انجام داده مینویسیم دیگری آ چنده گاهی ای اوقات اینجا یه زیر جی هم اضافه میکنم منظور این هست که دیگری آ تو گراف جی چنده اینو اینجوری بخونید دیگری یا درجه رس آ تو گراف جی چنده مثلا این گراف اسمش گراف جی مثلا همینجا بیایم با هم ببینیم دیگری راس آ درجه راس آ چنده خب دوه که اینجا خیلی مفهوم ملموسش رو میبینید اینجا درجه هر رس در واقع تصویر میشه به اینکه اون رس یا اون تیم چند تا مسابقه انجام داده درجه بی سه سه تا مسابقه انجام داده درجه سی یکه و به همین ترتیب دو تا تعریف دیگر هم من بگم که اینا رو حالا باز جلوتر که بریم میبینید چرا نیاز هست اینا رو تعریف کنیم تعریف بعدی مینیموم درجه رست های گرافه در واقع نگاه میکنن میبینن کدوم رست مینیموم کمترین درجه رو داره اون عدد رو توسط دلتا کوچیک دلتا جی نشون میدن مینیموم درجه گراف و همینطورم هم ماکسیموم درجه رو برای یه گراف تعریف میکنن میگن ماکسیموم درجه گراف چنده و اونو با دلتای بزرگ جی نشون میدن مثلا الان برای تمرین بیایم با هم مال گراف تیمای فوتبالمون رو ببینیم الان دلتا یعنی مینیمم درجه این گراف چنده خب برای اینکه اینو جواب بدیم باید به درجه همه رسا نگاه کنیم دیگه مثلا درجه رسا a دو، بی 3 C1 D3 هست و ای 1 پس مینیمم درجه رسای این گراف یکه و ماکسیمومش هم همونطور که با هم شماردین دیدین که ماکسیموم مربوط به رس B یا D هست که همون سه. در واقع اینجا این به چه مفهومی تصویر میشه اگه ملموسش بخوام بکنیم مینیمون تعداد مسابقه که یه تیم انجام داده چند تا یکه و ماکسیمومش سه. حالا ممکن این تعاریف الان یه خورد زیاد باشن یه خورد اسما زیاد شدن گیج کننده باشه ولی نگران نباشید تو که جلو میریم انقدر اینا رو گراف های مختلف تمرین میکنیم که دیگه براتون راه میفته مرتبه چی از اندازه چی از درجه چی است به همین ترتیب خب حالا که یه خورده با زبون گراف آشنا شدیم بیاین یه قدم بریم جلوتر ببینیم میتونیم یه خورده با این گراف ها بازی کنیم چند تا ویژگی خاص در بیاریم که بین همه اینا مشترکه یا نه همون مثال لیگ مسابقه فوتبال در نظر بگیریم که پنج تا تیم بودن مثلا فرض کنید هنوز اول تیمه پنج تا تیم آتایی رو داریم ولی هنوز هیچ مسابقه بین این تیما انجام نشده اول اول دیگه قبول داره این میشه گراف این مسئله فقط پنج تا راست داره هیچ یالی نداره چون هنوز هیچ مسابقه انجام نشده دیگه خب الان میتونیم به من بگی مرتبه و اندازه این گراف چنده مرتبش که تعداد تیما تعداد راستای که پنج اندازش خب صفر دیگه هیچ یالی نداره حالا برعکس این حالتی رو فرض کنید که لیگ تموم شده حالت پر پرش رو فرض کنید یعنی تمام تیما دو به دو با هم مسابقه دادن ببینیم گراف اینم میتونیم سریع رس کنیم تیما رو بنویسیم بعد تمام مسابقه های ممکن توی این لیگ انجام شده بذارین من سری. یال هاشو بکشم خب. قبول این میشه گرافه این مسئله همون رأس ها ولی همه مسابقات ممکن انجام شده سری مرتبه اندازه اینم بگیم مرتبش که پنجه چون همون پنج تا تیم 5 تا رأس داره اندازش چنده خب یه راهش اینه که ما الان بشینیم این یالا رو بشماریم ولی یه راه دیگهش اینه که یه لحظه بیایم بریم به صورت یه مسئله جبر و احتمال نگاه کنیم فرض کنید این یه مسئله جبر احتمال من به شما میگم پنج تا تیم فوتبال توی لیگ وجود دارن اگر قرار باشه همه این تیم‌ها دو به دو با هم مسابقه داده باشن چند تا مسابقه انجام شده از جبر و احتمال یادتون هست که جواب این مسئله هست انتخاب دو از پنج یا اگه بخوام یادآوری کنم جوابش میشه پنج در پنج منهای یک تقسیم بر دو یا همون ده پس اینجا دیدین که دو تا حالت مرزی این مسئله چیه وقتی که اول لیگ هنوز هیچ مسابقه انجام نشده اندازه این گراف شد صفر وقتی که آخر لیگ همه مسابقه انجام شده اندازه شد ده یعنی همون انتخاب دو از پنج این من ما رو میرسونه به ویژگی اول گراف ها من اینجا براتون می ویژگی اول گراف ها این هست که برای هر گرافی اندازش یعنی کیو در حالت بده بدش که اون رأس ها وجود دارن ولی هیچ یالی بینشون وجود نداره صفر یعنی حتما این عدد بزرگتر مساوی صفر و در حالت پر پرش یعنی وقتی تمام یال های ممکن بین رأس های اون گراف رو کشیده باشین هست انتخاب دو از پی دیگه بزرگتر از این که نمیشه همه یال های ممکن رو کشیدین شما توجه کنید که ما داریم در به گراف های یگانه صحبت می کنیم گرافی که بین دو تا راس دیگه بیشتر از یه یال نمیتونه وجود داشته باشه یه جور دیگه هم بخوایم به این مسئله نگاه کنیم یادتون هست که مجموعه یال ها یا ای مجموعه ای از زیر مجموعه های دو عضوی مجموعه راس ها بود و باز از جبر و احتمال یادتون هست که تعداد زیر های دو مجموعه انتخاب دو از پی خب حالا بیاین یه حالتی مثلا این وسط ها رو هم کنیم یه حالتی که همون تیمای مسابقه فوتبال هستن یه سری از مسابقه ها انجام شده مثلا من اینجا یه سری از مسابقه ها رو همینطوری رس میکنم که انجام شده بین این تیما. مثلا فرض کنیم این مسابقه ها انجام شده بقیه مسابقه ها انجام نشده باز مرتبه و اندازه این گراف رو سریع بگیم مرتبش که همون پنجه اندازش بشماریم با هم یک دو سه 4 5 6 7 هفته مسابقه انجام شد حالا برای اینکه باز یه تمرینی هم بشه بیایم درجه رأس‌هاش رو اینجا با هم بنویسیم درجه رأس A که 2 درجه رأس B 4 درجه رأس سی سه درجه رأس دی 2 درجه رأس E هم 3 حالا یه لحظه بیایم این درجه ها رو با هم دیگه جمع کنیم ببینیم همینجوری به چی میرسیم 3 و دو 5 و سه 8 با 6 میشه 14 اینجا یه سه جالبی به نظرتون نمیاد اینکه که 14 دو برابر هفته. به نظرتون یه اتفاقه که مجموع درجه های این گراف وقتی ما همه رو با هم مال همه رأساش رو جمع زدیم شب دو برابر اندازش. من ادعا می که این اتفاق نیست. من ادعا می کنم به عنوان ویژگی دو که شما هر گرافی هر تعداد رس میخواد داشته باشه هر تعداد هم یال می داشته باشه با هر آرایشی بکشین اگه به زمان ریاضی اینجا می همه درجات همه رو با همدیگه جمع بکنید جوابش میشه دو برابر اندازش یعنی دو کیو این یه خورده ممکنه ادعای بزرگی به نظرتون بیاد ولی الان میبینید من به صورت شهودی و سری براتون اثبات میبینید میکنم میبینید که اصلا بدیهیه. ببینید مگه یال چیه مگه یال یه نیست که دوتا تا رأس رو به هم وصل میکنه پس من اگه یال اینجا بکشم در واقع دارم یکی به درجه این رأس اضافه میکنم یکی به درجه این رس پس هر یالی وقتی که رأس میشه یکی به درجه رأس یه سرش اضافه میکنه یکی به اون یکی رأس پس اگه درجه همه رأس ها رو با هم جمع بزنیم یه جورایی انگار هر یالی دو بار داره شمرده میشه پس مجموع درجه ها مساوی دو, دو برابر اندازه گراف هست دیگه درسته یه, یه جورایی شهودیه بعد ایه. خب این یه سه جالبی شد الان یه مشاهده جالبی که اینجا ممکنه کرده باشین اینه که پس یعنی داری میگی که مجموع درجه های هر گرافی یه عدد زوجیه جالب دیگه همیشه یه عدد زوجی میشه وقتی که با هم جمعش بزنیم چون برابر دو کیوه همینجا میتونیم ویژگی سه رو از همین مشاهدهمون که گفتیم مجموع درجه های عدد زوجه نتیجه بگیریم ویژگی سه این هست تعداد رأس های گراف که درجه فرد دارن و همه گراف ها زوجه ببینیم معنیش چیه الان همینجا ببینید این گراف ام چند تا رأسش بودن که درجهشون یه عدد فردی بود یک دو راسهای های C و رأس ای پس یه تعداد زوجی از این راسها ها درجهشون فرده یه جوری هم از این مشاهده همون بدیهی دیگه ببینید فرض کنید یه سری عدد دارن با هم جمع میشن یه سریاشون زوجن یه سریاشون فردن قبول از همین ریاضی ساده که باید تعداد فردی که با هم جمع میشن چون قرار نتیجش یه عدد زوج شد زوج باشه آره دیگه چون میدونیم که عددهای زوج که هر چند تا هم باشن با هم جمع بشن باز نتیجهشون زوجه اون عددهای فردن که اگه تعداد زوجیشون با هم جمع بشن یه عدد زوج میده و اگه فرد باشه یه عدد فرد میده پس تعداد رأسایی با درجه فرد هر گراف زوجه خب امیدوارم از کلاس درس امروز خوشتون اومده باشه تو جلسه بعدی یه خورده با انواع مختلف گراف و چند رده خاص از گراف ها آشنا میشیم تو کلاس درس بعدی میبینم